عزیزان بیننده، خوشبختانه در این لحظات بانو رحیمه یزدانی را با خود داریم که امروز درباره نقش زینب در دهم عاشورا صحبت میکنن. خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. سلام و عرض تسلیت به مناسبت دهم محرم الحرام، روز عاشورای حسینی، خدمت همه مسلمانان افغانستان و جهان. خب در رابطه با سؤالی که شما فرمودین، نقش حضرت زینب سلام الله علیها در روز عاشورا چیه؟ بیایم اگر صحبت بکنیم نقش بیبی در روز عاشورا چی بوده، باید صحبت بکنیم که همونطور که امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت میکنه به طرف کوفه و میخواد بیایه به پیام هایی که مردم کوفه براشون فرستاده بود پیام جواب بدن، بیبی زینب سلام الله علیها هم از مدینه با امام حسین علیه السلام حرکت میکنه و میایه به طرف کوفه و به طرف کربلا. اینجا باید یک چیز رو در پرانتز بگویم که بیبی زینب سلام الله علیها همیشه، یعنی موقعیت ها رو خوب درک میکرد. آمد با امام حسین، در خود مدینه هم همین قسم بود. قبل از امام حسین در زمان حضرت علی علیه السلام هم حضرت زینب سلام الله علیها نقش مهم داشتن. بعد از اون همچنان در زمان امام حسن هم نقششان را خوب ادا کردن و همینطور هم در زمان امام حسین علیه السلام. وقتی ایشان آمدن به طرف کربلا، در مسیر راه هم همینطور نقششان را خوب درک کردن که چی کار باید انجام بدن. بیبی سلام الله علیها آمدن و در مسیر راه همونطور که زمانی که مسلم ابن عقیل به شهادت میرسد، دختر امام حضرت مسلم و امام حسین نوازش میکنه، اینجا بی بی زینب سلام الله علیها هم من حیث مادر به این دختر مادری میکنه. پس از او هم همینطور که وارد کربلای معلا میشن، بی بی زینب سلام الله علیها نقش رو فراموش نکرده، همیشه آمده اینجا نقش ادا کرده تا اینکه میرسه به روز دهم محرم یا روز عاشورای حسینی. بی بی سلام الله علیها در این روز هم، یعنی آمد کنار امام حسین، کنار شهدای کربلا قرار گرفت و پس از او هم همونطور که دستوری که امام حسین براش میداد، حضرت زینب سلام الله علیها مطیع فرمان امام حسین علیه السلام بود. یعنی هر آنچی امام حسین علیه السلام از بی بی میخواست، همونطور نقشش رو ادا میکرد. و همینطور که حادثه روز عاشورا، ظهر عاشورا هم به وقوع میپیونده، بی بی سلام الله علیها اینجا من حیث یک مادر هست، همینطور که تک تک یاران امام حسین میره و برای امام حسین جانبازی میکنن در راه حق، بی بی هم دو تا فرزندش رو میفرسته، میگن باید شما هم برین. یعنی دو تا فرزندش که دو تا پسرش هست میرن در راه امام حسین علیه السلام و برای یعنی تجلی دین اسلام و تعالی اسلام اینجا میرن، فرزندای بی بی هم به شهادت میرسن. وقتی این دو تا فرزندش امام حسین، وقتی رسم بود اونجا دیگه، هر شهیدی که در میدان به شهادت میرسید میآوردن به خیمه ها. اینجا هر شهیدی قبل از این که فرزندان بی بی برن به شهادت برسن، هر شهیدی که میآورد امام حسین، بی بی زینب سلام الله علیها در مقدم امام حسین، یعنی پیشوی امام حسین میرفت و یعنی کنار امام حسین، امام حسین را دلداری میداد. ولی وقت فرزندان خودش به شهادت میرسن، میارن میگن مبادا حسین از ما شرمنده شه که فرزندای ما شهید شده. اینجا بی بی از خیمش بیرون نمیشه و اینجا میمونه داخل خیمه. همینطور وقتی مثلا امام حسین علیه السلام هر بار میره و برمیگرده، بی بی کنارش هست، بی بی دلداریش میده، تا اینکه امام حسین برای آخر هم که میرن نصیحت هایی به خواهرش میداشته باشه. امام حسین یعنی همه یارانش به شهادت رسیده، همه هست و بودش، یعنی همه کسایی که باش بوده شهید شده، ولی امام حسین علیه السلام خودش هم میره به قربانگاه شهادت، اینجا خودش هم به شهادت میرسه، با دل پر، با دل جمع مثلا میره به شهادت میرسه، چون اینجا تکیه‌گاهش زینب بود،
خواهرش زینب کنارش بود که میدونست که بی بی زینب سلام الله علیها من حیث رسانه کربلا نقشش خوب ادا میکنه و همینطور کربلا رو ماندگار میکنه که تا امروز حدود 1400 سال گذشته بی بی نقشش ادا کرده و این بی بی بوده که کربلا رو به ما رسانده. همینطور ما شعر معروفی داره میگه سر نی در نینوا میمان اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، اگر بی بی نبود امروز کربلا همونجا میمان. امروز ما از کربلا و از عاشورا چیزی نمیدونستیم، واقعا این بی بی بود که نقشش رو ادا میکنه و کربلا رو برای همیشه معرفی میکنه و ماندگار میسازن. پس از شهادت آقای امام حسین علیه السلام، همینطور وقتی آقا به شهادت میرسن، شام 11 محرم، بی بی یعنی بزرگ اسرا هست، بزرگ کسایی هست که پس از امام حسین ماندن. اینجا هم بی بی نقشش رو ادا میکنه، دلداری از یتیما با وجود از اینکه همه اعضای فامیلش رو از دست داده، اما بی بی من حیث کوه از صبر و استقامت استاد میشه اینجا. اینجا حتی در شام عاشورا، یعنی شب 11 محرم، بله شام غریبانی که میگن، اینجا بی بی با وجود این همه مصیبتی که در روز عاشورا دید، با وجود اینکه عزیزانش رو از دست داد، مثلا امام حسین که چقدر برای زینب عزیز بود، این امام حسینش رو از دست داد، فرزندانش که بی بی هیچ وقت از فرزندانش ننالید، حتی بعد از اینکه واقعه کربلا تمام شد، بی بی آمد به مدینه، هیچ وقت بی بی نگفت که من فرزندانم از دست دادم، همش گفت من حسینم از دست دادم، همش اومد ناله از حسین کرد. اینجا هم بی بی سلام الله علیها شب 11 میان نماز واجبشه که درست میخوانن، حتی امام سجاد علیه السلام میفرماید اما ام زینب شب 11 نماز نافله شبش ترک نشد. با وجود این همه مصیبت، با وجود این همه غم، بی بی میشینه نشسته نمازش رو ادا میکنه. پس از او هم وقت اسرا حرکت میدن از خود کربلا به طرف شهرها، چون قیام امام حسین و قیام یک خارجی معرفی کرده بودند، شهرها آذین بسته شده بود، بی بی میرن به شهرها. اولین شهری که بی بی را وارد میکنه کوفه، همون شهری که امام حسین را دعوت کرده بود با 12,000 نامه، بی بی را وارد از اونجا میکنن و میگن خارجی ها آمدن و اینجا، ولی بی بی آمده چنان صحبتی میکنن که همگی فکر میکنن که خود حضرت علی ابن ابی طالب آمده، ولی بعد میگن اینجاست که بی بی قیام امام حسین رو معرفی میکنه و من حیث رسانه کربلا خودش نقش رو ادا میکنن و صحبت خیلی کوبنده می داشته باشه. وقتی مثلا بی بی رو وارد قصر عبیدالله ابن زیاد یعنی حاکم کوفه میکنه، اینجا میگن که خب میخوای بی بی رو خار بکنه دیگه، میگه مردانتان رو کشتم و شما ذلیل شدیم، ولی بی بی اینجا خیلی زیبا صحبت میکنه، ما رأیتو الا جمیلا، ما در کربلا جز زیبایی ندیدیم. اگه آدم دقت بکنه این زیبایی چی بوده، چون بی بی میداند که همه هست و بودش و همه داراییش رو در راه خدا قربانی کرده، پس همش رو زیبایی دیده. این اخلاص بی بی زینب سلام الله علیها است. همینطور وقتی بی بی رو میبرن به شام، شهری که یزید هست، اونجا شهر آذین بسته شده، همگی شادی میکنن که اسرا آمده، خارجی ها آمده، ولی بی بی اینجا هم نقشش رو ادا میکنن. شعر خیلی معروفی هم میگن خطبه زینب اگر در سفر شام نبود، از فداکاری شاه شهدا نام نبود، نه همه نام نبود از شه گلگون کفنان، اثر از مکتب ارزنده اسلام نبود. اگر اینجا مقایسه بکنیم حرکت بی بی زینب سلام الله علیها، تراز یا همانند پیدا نمیکنه، فقط میتونه مقایسه بکنیم با حرکت خود امام حسین. همونطور که خود آقا امام حسین علیه السلام نقش ادا کرد و آمد به شهادت رسید، بی بی زینب سلام الله علیها پس از شهادت امام حسین راه امام حسین را ادامه داد و آمد نقشش را من حیث یک خانم ادا کرد. ببینین مثلا بی بی همه عزیزانش از دست داده، درست خانم ها مثلا دلشان کمی نازکترن، احساساتشان کمی بارستر، ولی بی بی هیچ وقت مغلوب این احساسات نشد و آنچه رضای خدا بود بی بی براش ارزش داشت. یعنی در شام همینطور خطبه خیلی زیبایی را که در تاریخ هست میتونیم بریم مطالعه بکنیم، خطبه خیلی زیبایی را بی بی سخنرانی میکنه، صحبت میکنه در خود قصر یزید، اونجایی که همه دار و ندار یزید جمع شده، همه سران حکومت جمع است، همه مردم جمع است که ببینن این اسرا کیه، این خارجی ها کیه، ولی بی بی میاد حقانیت دین و حقانیت امام حسین رو بیان میکنه. همینطور پس از اینکه بی بی رو از شام حرکت میدن،
یعنی در مسیر را هر جا هم بیبی امام حسین را معرفی میکند، تا اینکه در سال پس از شهادت امام حسین، یعنی در چهلم که میشه، بله، در چهلم که ما به اسم اربعین میشناسیم، در اربعین با همه خانم ها میاد دو قبر امام حسین و همینطور اربعین حسینی که امروز در کل جهان ماندگار شده از حرکت به زینب سلام الله علیه است. پس از اربعین هم بیبی حرکت میکنه، میاد به طرف مدینه، اونجا هم بیبی آرام نمیشینه، میاد معرفی میکنه و سالها تا زنده هست عزاداری حضرت امام حسین و خود بیبی زینب سلام الله علیها و خانم هایی که با بیبی بودن، اینجا میای امام حسین رو معرفی میکنن. با بیبی زینب سلام الله علیها خانم های دیگه هم بودن، مثلا دختر امام حسین بیبی سکینه سلام الله علیها، اینها هم پس از شهادت امام حسین در هر جا قیام امام حسین علیه السلام رو معرفی میکنن. و همچنان خیلی تلاش کرد بیبی، خیلی مثلا کوشش کرد تا قیام امام حسین واقعا حقانیت امام حسین معرفی شود. اگر ما همونطور که در اول عرض کردیم، اگر بیبی نبود، واقعا اونها وارونه جلوه داده بودن، گفتن خارجی ها آمدن، ما آمدیم علیه خارجی ها قیام کردیم و چند خارجی را کشتیم، ولی بیبی بود که اینجا امام حسین علیه السلام را معرفی کرد و در نهایت باعث ماندگاری دین اسلام شد. همونطور که امام حسین برای چی قیام کرد؟ برای ماندگاری دین اسلام. ادامه دهنده راه حسینی بیبی زینب سلام الله علیها بود و این بیبی بود که اسلام را تا امروز ما میتونیم که در کنار امام حسین، بیبی زینب سلام الله علیها باعث ماندگاری اسلام شد. بله، سپاس از شما بانو یزدانی. میخوایم میره بپرسم، زیادتر از بانوان روز نهم و دهم محرم روزه میگیرن، این روزی روز نهم و دهم ماه محرم چی یک متره در پی داره؟ اگر چه ما اینجا عرض کنیم که روزه گرفتن در روز عاشورا خوب نیست، ولی اینجا به یاد لب تشنه امام حسین، چون چند روز بود که از هفتم محرم به این طرف آب و بر کسایی که در کربلا بودن بر امام حسین یارانش بسته بودن، یکی از اعمال امروز هم این است که تا ظهر باید تشنه باشن، یعنی تا ظهر چیز نیاشامن، چیز نخورن، چون تا ظهر تمام کسایی که در کربلا بودن همهشون تشنه بودن و شاید بابت همین است که اینا میخوان روزه بگیرن، ولی در روز عاشورا روزه گرفتن ممنوع است، یعنی نمیگیرن کسی روزه. آها، اما بعضیایی که روزه میگیرن همو است که میخوان همدردی بکنن با کسایی که واقعا که اونا الگوهای دین بودن، کسایی هستن که واقعا ما امروز باید صبر و تحمل از اونا یاد بگیریم. دقیقا. و اگر ما بانوانی که امروز هستیم، مادرایی که هستیم، اگر از بی بی زینب، حضرت بی بی فاطمه زهرا به کمیات بگیریم، صبر و بردباری را تعامل اختیار بکنیم، گپ خیلی خوب است. و سپاس از شما که آمدین در برنامه، سپاسگزار هستم. یک بار دیگر تشکر از اینکه وقتتان برامون.